از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم، از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم، از جام سفیدانم، هر جام دمی پوشم، از جام سفیدانم، هر جام دمی پوشم، هم ساری عوض سارم، هم آتش زردوشم، هم سال عوستایم، هم آتش زردوشتیم، ما آتش زردوشتیم، نا کشته نمی کشتیم، ما آتش زردوشتیم، نا کشته نمی کشتیم. اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم. نویسم از غروبم، از سقوط هفت هزار سال، پیش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. استاد گروه علی ما داره شروع میکنه. شروع میکنه.
بخون عمو گلپا اومده، رهبر دلها اومده. آیا بعد فیلمشو میذاری میخندی خودت؟ آره همون گلپا رو بیار، همون گلپا رو بیار بابا. دارن ماساژت میدن آری 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 نگاه ماساژ که دوست داری؟ دارن ماساژت میدن نگاه بدارن ماساژ میدن. از دولت نعلین محروسید، از دولت نعلین محراسید، چین کهن قبای دم در پشت ندارد، چین کهن قبای دم در پشت ندارد. از گلپاس، از گلپاس در کنسرت های اروپاییش و امریکا و کانادا این رو اون سال خوند روی استیج، در همون هنگامی که تا به امروز دارن قتل و خول و کشتار انجام میدن. تابوت، هر تابوت، گلپا تابوت و تا خوند، هر چه خوند، از پیر مغان در خرابات مغان نور خدا میبینم. این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. 17 سالش بود. چه میگذرد عشق مردم به استاد گلپا فوزونی دارد، کاهشی نداره. هرگاه با استاد گفتگو میکنم من حاوی یک پیام نو و جدید هست. استاد اکبر گلپایگانی از مهر مردم سرزمین آریایی و این حنجره طلایی. همین پریروز آقای مجید امانی، قهرمان پرورش اندام، مدال طلایی سال 2017 خودش رو رفته خونه استاد گلپایگانی و با حضور ورزشکاران نازنین مثل وحید اکبرزاده و هنرمندان نازنینی چون جلیل اندلیبی رو پیشکش کرده به استاد اکبر گلپایگانی مدال طلای خودش رو. این قهرمان مجید جان، سپاسگزار تیم قهرمان. یاده شهیدان عمرای ارتش شاه، ایران ویران شده، این دیگه آخر کار این هاست. همینطور این بود گلپا. لباسی که امروز میبینید من پوشیدم، از این کلاه که سرم گذاشتم تا لباسی که بعدم عوض میکنم خواهید دید، به یاد گلپاست. اینها تحفه های گلپاست برای من، ارمغانه های گلپاست. هرگاه که میومد پاریس تا میدیدیمش نشست گلی اون ساکو بده به من، هدایا و تحفه‌ای که برای همه ما آورده بود میداد. بیشک شما تاریخ ساز شدید در موسیقی ایرانی، زنده باشید. ببینید همون که اینا اینقدر لوت دارن، من میتونم اینا رو زیر پا بذارم؟ میتونم به اینا خیانت کنم؟ نه من همون بدونم، بدونی که من همون گلپا کوچولو هستم. ببخشیم و عاشقش به همین دلیل دستگاهش خود درست کرد. درود بر شما. درود بر شما. آکی پرویز خان، پرویز خان، پرویز خان رفتیم دیگه. پرویز خان خسته نباشین. پرویز خان گل بابا، گل پرویز خان. احمد خان خیلی درود بفرستید و جاشون خیلی خالی بود اینجا در شبانه که با سردار خورشید سواران ایران استاد اکبر گلپایگانی. همه آنچه امروز میپوشم به یاد گلپاست. این کلاه رو
با هم در تورنتو خریدیم، اونم مثلشو داره. هر چیزی که برای من میگرفت خودش هم مثلشو داشت و داره. مهر بر شما استاد سیاوش عوستای گرامی. من راستش برنامه های زیادی در مورد استم، ولی برنامه رو که شما ارائه دادین به راستی که مثل یک آینه واقعیت ها رو نشون میداد که در مورد خود استاد، ما ایرانی هستیم، ما آریایی هستیم، ما میخوایم برگردیم به فرهنگ شکومند آریایی. درود بر شما استاد سیاوش عوستا. مسیح بود. من پروانه میخوام از همه مهربان یاران که چند وقت پیش من گفتم برین خونه دیدن گلبا و همه تون رفتیم، خیلی ها رفتیم، بچه ها از شمال، از آذربایجان، از اصفهان، از جنوب، از بلوچستان رفته بودن در خونه، در زده بودن. گفته بودن سیاوش عوستا گفته اگرم شما در با نکنی ما بایستیم تا گلبا رو ببینیم. خیلی خوشحال شده بود گلبا، خیلی خوشحال شده بود در دیدار همه شمایی که تونسته بودید برید تو و اونا ببینید، با اونهایی که نتونسته بودن. سپاسگزار. مردم بزرگواری داریم ما، خیلی مردم بزرگواری داریم، انسانهای پاک، ارزشمند، نازنین، کسانی داریم که در تاریخ بی نظیرند. اگر گلپا در تاریخ بی نظیره، شما مردم هم بی نظیرید. درود بر شما، درود بر شما مهربان یاران عزیز. مهرآیین و عزیز و بزرگ، دوست همیشه و همیشه دوست، جناب سیاوش عوستا. استاد گلپا رو از جوانی شناختم، با صداشون آشنا بودم، اما در واقع باید بگم نمیشناختم. تا از بیان شما و از نگاه زیبابین و از اندیشه زیبا اندیش شما با آثار استاد گلپایگانی آشنا شدم و در یک آشنایی مجدد ایشون رو از نو کشف کردم. در واقع استاد بزرگ جناب گلپایگانی، استاد اکبر گلپایگانی که واقعا اکبر و بزرگ و قابل ستایش هستن، همچنان گنج در ویرانه خاطرات پنهان مونده بودن تا زمانی که شما غبار خاطرات رو کنار زدید و استاد گلپا رو چنان جواهری به مردم ایران هدیه دادید. مردانی بزرگ، مردانی چنین که موسیقی اصیل و موسیقی فاخر ما رو آینگی می کنند، همواره در بهترین جایگاه و پایگاه ذهن تاریخ ثبت و ضبط می شند. استاد گلپا شبیه هیچ کس نیستن و بزرگترین خصوصیتشون اینه که صداشون مال خودشونه. نه کسی میتونه شبیهشون بشه، نه ایشون شبیه کسی هستن. همین که افزوده شدن به موسیقی و تکرار مکررات نبودن، این یعنی هنر. هنر از زمانی آغاز میشه که یک اثر هنری معرف صاحب اون اثره. این کتو در استکهلم با هم خریدیم، مثل گوش و گلپا داره، میپوشید. خاطراتی از این کت هست که براتون تعریف کردم، میشنوید میبینید. امروز که گلپا نیست، اینجایی که من نشستم جایی که آخرین بار که پیش من بود در پاریس، اینجا نشسته بودیم با هم، دخترم شیوا و من باهاش مصاحبه کردیم، با هم گپ زدیم.